در برخی مکتب‌های تاجیکستان دستگاه‌های مخصوص نصب شدند که از درس‌گریزی خوانندگان به والدینشان خبر می‌دهند. این دستگاه‌ها به تلفن والدان طریق ضمیمه مخصوص اینترنتی خبر می‌رسانند که فرزند آنها ساعت چند به مکتب آمد و یا کدام وقت از آنجا بیرون شد. مسئولین این لایحه می‌گویند هدفشان از این کار در جریان گذاشتن والدین از روند تحصیل فرزندان می‌باشد. موجی‌گل منان و چند هفته اخیر طریق پیامک می‌فهمد که فرزند او در مکتب است یا نه. دو فرزند او در مکتب تحصیل می‌کنند و منان و برای هر کدام از فرزندانش علیحده خبرنامه دریافت می‌کند. این همصحبت ما میگوید بیشتر از پسرش خواطر بود که با بهانه مکتب همراه دوستانش به بازی‌های کامپیوتری نرود. مکتبی که فرزندان موجی‌گل منان و در آن تحصیل میکنند از اولین مؤسسه‌های تعلیمی در پایتخت میباشد که دستگاه‌های مخصوص خبررسان به والدین به طریق سنجشی در آن نصب شده است. دستگاه‌هایی که آمدن و رفتن محصل به مکتب را به والدین خبر می‌دهند از سوی یک شرکت مستقل برای نخستین مرتبه در تاجیکستان راه اندازی شده است. این دستگاه در درآمدگاه مکتب نصب شده طریق ایز انگشت محصل را میشناسد. محصل هنگام ورود به در مکتب انگشت خود را بالای دستگاه میگذارد و در اکران آن عکس و معلومات درباره خواننده پیدا میشود. بعد چند لحظه گذاشتن انگشت به دستگاه الکی به تلفن همراه والدین پیامک میرسد که فرزند شما فلانی ساعت 8:00 به مکتب درآمد. مؤلفان طرح میگویند وقتی از مکتب رفتن محصل باز هم انگشتش را بالای دستگاه میگذارد و با این راه والدین آگاه میشوند که او کی از مکتب بیرون شده است. اگر خواننده تا انجام درس منتظر نشده از مکتب گریزد، دستگاه به والدین او پیامک نمیفرستد و با این طریق پدر و مادر میفهمند که فرزند آنها تا آخر درس نایستاده است. در این حالت همچنین نام خواننده در رویخط شخصان درس گریز مکتب ثبت می شود. مسئولین نظام نظارت که این دستگاه ها را در مکتب ها نصب کرده است میگویند تمام جریان آمد و رفت طلبه ها در کامپیوتر علیحده ثبت می شود که به آن تنها رهبری مؤسسه تعلیمی دسترسی دارد. عظمت همدموف رهبر نظام نظارت میگوید هدف اصلی آنها از این کار پیشگیری از درس گریزی طلبه ها و در جریان گذاشتن والدین از روند تعلیم می باشد. جناب همدموف روز 8 ایون در صحبت به رادیوی آزادی گفت با این راه آنها امکان فریب بین طلبه و والدین را از بین می برند. اما نظام نو رایگان نیست و از هر طلبه روزانه 33 درهم و در یک ماه نزدیک 10 سامان حق خدمت می گیرد. مؤلفان طرح میگویند اگر در یک آیله 2-3 خواننده باشد برای آنها سبکی میدهند. با این همه مسئولین نظام نظارت میگویند خدمات آنها مجبوری نیست و هر والدین تنها با خواهش خود میتواند از آن استفاده برد.